قسمت چهارم فصل چهارم سریال بویز هم پخش شد و اتفاقات عجیب غریبی ما اینجا داشتیم از اون افشاگری و اتفاقاتی که برمیگشت به گذشته تک تک شخصیت که اینجا دیدیم تا از اون طرف ماجرا دیدیم که پدر هیوی هم زنده شد و برگشت که این زنده شدنه همچین زنده شدن درست حسابی و بهمون نشون نمیده اون طرف ماجره بوچری رو داریم که معلوم نیست چه بلایی داره سرشت میادش و قرار که با هم دیگه در مورد تئوری مختلفش صحبت بکنیم و در آخر هوملندری رو دیدیم که تونست از اون در قرمز که همیشه ازش وحشت داشت و حسابی هم اونو درگیرش کرد و تبدیل شد به کابوس هر شبش رد بشه و این میتونه تغییرات بزرگی و برای این شخصیت در انتهای ماجرا بسازه The whole world is about to burn.

اول نکته که میخوام بهتون بگم در مورد اون عکسی بودش که بوچر برای ویکتوریا فرستادش و واکنشی که ویکتوریا داشت خود تیم سازنده در مورد این موضوع مدن صحبت کردن و بهمون گفتن که اون عکس اصلا بدون اینکه با ویکتوریا هماهنگ بکنن و بدونه براش فرستاده بودن و واکنشی که اون اومد اونجا انجام دادی واکنش کاملا طبیعی بود و توی رفتارش هم کاملا مشخص بود که انتظار نداشت که با یه همچین عکسی اونجا و رو بشه نکته بعدی هم که خیلی بهم گفتن که چرا در مورد صحبت نکردی تغییر چهره ای بودش که استار لایت داشته قبلا در موردش با هم صحبت کرده دیم. هم پست توی کامیونیتی گوشته بودم هم توی تریلر بهتون گفته بودم و این تغییرات چهره رو داریم توی فصل مختلف میبینیم که اومده و انجام داده یه میمی هم براش درست کردن که معلوم نیستش که برای فصل بعدی اگه انتهای این فصل نمیروز زنده بمونه و به فصل بعد کشیده بشه شاید با یه تغییر چهره دیگه ای هم ازش روبرو باشیم هرچند که خودش فکر میکنه که قیافش قشنگتر شده ولی خواهن نظر مخاطبا یه همچین چیزی نیست برگردیم به قسمت سریالی که تماشا کرده بودیم اسم این قسمت ویزدوم آف د ایجز بود و داره اشاره میکنه به کمیک بویز هایلند لدی شماره پنجم و اینطوریه که هر بار یه اسمی از خود کمیکان انتخاب میکنن و برای قسمت ها میذارم و اینم توی اتفاقاتی که اون کمیک داشت اتفاقاتی بودش که برمیگشت به گذشته اتفاقاتی که با هیویی داشتیم شروع این قسمت به یه چند تا سند و مدرک داره جلو میره که دارید متوجه میشید که برمیگرده به اتفاقاتی که با هوملندر داشتیم یه تریه و کاستوم هوملندر دارید اینجا میبینید که برای سال 1987 هم از رنگهای مختلفی هم داشته اگه نگاه کنید کاستومش عینک هم داشته خود هوملندر هم دو سال 1981 به دنیا آمده یعنی به فاصله زمانی که اون به دنیا آمده 6 سال بعدش اومدن حرکت کردن و براش کاستوم هم طراحی کرده بودن و این داره نشون میده که از اون موقع هم دنبال درآمدزایی بودن تو این عکسه که اینجا داریم میبینیم مارتی و فرانکو میتونید ببینید که اینجا هم هستن یه کاغذ هم این بغله که زیاد اطلاعات درست حسابی هم روش ننوشته کاری هم بهش نداریم توی شات بعدی یه تیکه روزنامه رو داریم میبینیم که نوشته معمای سیستم عصبی فاش شد که این یه نکته خیلی مهم رو داره به نشون میده ممکن که به اتفاقاتی که توی سریال داریم میبینیم ربط پیدا بکنیم که جلوتر بیشتر هم بازش میکنیم اینجا حتی دارید ببینید که یه یادداشتی هم وجود داره که به اسم باربارا هم اشاره کرده کسی که توی این قسمت دیدیمش قبلا هم دیده بودیم هملنده رو به هم در قرمز داشت میبردش حالا اسم پروژه‌ای که اینجا داشتن روش کار میکردن اودسا بوده نکته بعدی که در مورد این پروژه وجود داره اینه که یه پروژه فوق محرمانه با امنیت بالا بوده یعنی هر کسی که تو این پروژه شرکت کرده امضایی که زده حق افشاگری رو نداشته به خاطر اینکه براش عواقب بدی به وجود میمده اگه نگاه بکنید این تیمی هم که داریم میبینیم همشون روی همین پروژه و تو همین زیرزمین هم کار میکردن که یه جای خیلی مخفی و با امنیت خیلی بالایی بود که البته برای هوملندر امنیت بالا معنی نداره یه چیزی در مورد این اسم پروژه یعنی اودسا بهتون بگم برمیگرده به یه سازمان بزرگ و شوم شبکه ای از نازیای سابق بوده که به صورت غیرقانونی میادن را اصلا و وسیله قاچاق میکردن این طرف اون طرف میبردن حتی بعدا میاد به اسم چترم معروف میشه یعنی به اسم سازمان آمبرلا معروف میشه که میمدن به نازیا کمک میکردن یکی از مهمترین کمکهایی که به نازیا میمدن انجام میدادن این بوده که اونا رو نجات میدادن و براشون راه فرار درست میکردن تا بتونن از اونجا بزنن بیرون خب این هم داریم میبینیم که به نازی اشاره میشه به این داستانی هم که سریال بویز هم خب ربط داره دیگه ما میدونیم شرکت واتی که داریم میبینیم و اصلا یه نازی اومد و تأسیسش کرد اومدن هوملنده رو خاموش شدن دوربینایی که داریم میبینیم و این که میبینید داستان دونه دونه چراغاش خاموش میشه تا به این طبقه برسه یه احساس فیلم ترسناک مانندی رو داره به خودش میده ولی خب با آمدن هوملندر لندر که خیلی قیافه گوگلی هم به خودش گرفته ولی خب ما که میشناسیم چه آدمیه رسیدن هوملندر به اینجا داره بهمون نشون میده که با ترس قدیمی خودش کابوسی که شبا همیشه میبینه میخواد رو به رو بشه در قرمزی که میدونیم تمام اتفاقات دوران کودکیش اینجا بوده و رد شدن از اون درون رو به سمتی میبره که میتونه با گذشته خودش کنار بیادش و بتونه از این به بعد تصمیمهای بهتری رو بگیره شما دارید میبینید که از اسم جان خوشش نمیادش و دلش میخواد با هوملندر صداش بکنه به خاطر اینکه جان کسی بودش که اینجا کلی اذیت شد تو این آزمایشگاه کلی روش آزمایش های مختلف اومدن انجام دادن و شکنجش کردن به خاطر همین دلش میخواد هوملندر باشه از نظرش جان یه موجود ضعیفه و هوملندر یه کاراکتریه که قدرتمند اگه نگاه بکنی وقتی هم که چند شخصیتی میشه اون شخصیت های دیگهش میان بهش میگن جان وقتی که ضعف پیدا میکنه جان صداش میزنن و وقتی که قدرتمنده اونو هوملندر میشناسنش و این نشون میده بهمون که چرا اصلا دلش میخواد این لباس هوملندر رو تنش در رو خیلی کم یاد این کار رو انجام میده تو این عکسی که اینجا داریم میبینیم شما میبینید که کنارش باربارا رو داره بهمون نشون میده که خب دم اون در قرمز بود که در موردش با هم صحبت کردیم مارتی و فرانکی هم که تو این عکس هستن نکته بعدی برمیگرده به اون نفری که اون گوشه است که هم به صورت ایز زده شاید همونی باشه که بوچر رفت رو بردش تو دادگاه تا شهادت بده ولی ویکتوریا مغزش رو ترکون یا ممکنه که همون کسی باشه که روی سیستم های عصبی داشت تحقیقاتش رو انجام میداد و تا الان بهمون شاید نشونش ندادن وقتی که بوچه رو به نشون میدن دارید متوجه میشید که اون موجودی که مثل یه کرم بزرگ هم توی بدنش داره میچرخه روش کرده و این روش داره باعث میشه که بدن اون تغذیه بکنه میبینیم که شرایط درست حسابی و دیگه بوچر نداره و اون احساس عذاب وجدانی که همراهش همیشه هم به کاری که داریم میبینیم عذاب وجدان بزرگ اونه چون قل داده بود از رایان مراقبت میکنه ولی داریم میبینیم که نتونسته رایان رو به سمتی بکشه که دلش میخوادش و اون الان دست هوملندره وقتی که میریم توی بیمارستان دارید میبینید که پدر هیوی مرگ مغزی شده و هیچ رایی برای نجات دادنش وجود نداره وقتی که مغز از کار بیفته عمل و عمل کرده شاید دست بده دیگه بدن زنده نیستش و خب داریم میبینیم که هیچ دستوری یا طرف مغز ارسال نمیشه اینجا داره چند تا نکته مهم رو بهمون نشون میده اون نوشته که برمیگشت به راز سیستم عصبی که در موردش با هم صحبت کردیم اینجا میتونه بیادش و یه اثری هم داشته باشه شما میدونید که وقتی که مغز از کار بیفته پس اون ارتباط عصبی که بین مغز و اندامهای بدنه فعال نمیشه پس اون مغز که از کار افتاده یعنی اون آدم کاملا مرده وقتی که اومدن وی رو بهش تزریق کردن شاید وی میتونه بیادشون قسمت هایی که انتقال اطلاعات از راه سیستم های عصبی به اون نشون میده رو فعال بکنه و اونها رو ترمیمشون بکنه و این ترمیم شدنه باعث میشه که اون بدنی که داریم میبینیم فعال بشه ولی چون از اونجا که دیدیم مغز مرده بودش ممکنه که نتونه بیاد مغزشو مثل قدیم خودش زنده بکنه یعنی اون کاراکتری که داریم میبینیم اون زنده میکنه ولی زنده بودنش مرده متحرک میسازه شبیه به یه زامبی میشه توی تصویر تریلر یه جایی دیده بودیم یه شاتی توی بیمارستان بود که کاملا داره به پدر یوین اشاره میکنه میبینیدم که حسابی هم خونی شده و ممکنه که اون اینجا تبدیل به یه زامبی بشه قبلا توی کمیک و توی فصل گذشته در مورد این زامبی شدنه با هم دیگه صحبت کرده بودیم بهتون گفته بودم یه کاراکتری به اسم بلارنی اونجا بودش که بعدا میان ویرو بهش میزنن وقتی که میمیره اون زنده میشه ولی این زنده شدنه اونو تبدیل میکنه به یه زامبی که سوپ هست و اینطوریه که کلی هم دردسر بعدا میاد درست میکنه به نظر میرسه که این اتفاق قراره که برای پدر هیوی هم بیفته این اتفاق میتونه تا حدودی به سمت بوچر هم حرکت بکنه بوچر که داری میونی متوجه شده وی به خودش زده بود چهار ماه پیش و ممکنه که این وی تو بدنش فعال شده باشه حالا از اونجایی که میدونیم اونم به سمت مرگ داره حرکت میکنه شاید توی لحظه ای که دیدیم و بیهوش شده جایی که عملکرد مغزش دیگه کنترل خودش خارج شده بود شاید اونجا جایی بوده که این سیستم عصبی فعال شده و مثل یه زامبی عمل کرده در اصل و زد اونجا از کلو در و داغونش که ممکن که همچین اتفاقی برای و پیش اومده باشه به خاطر همینم هم چیز یادش نمی اومد توی شات بعدی دارید میبینید که به ما V52 رو نشون میده که خب الهام گرفته شده از روی دیتونی تیریه که برمیگرده به دیزنی شما میدونید که دیزنی تو سال 1923 تاسیس شده پس شرکت واتی هم که داریم میبینید تو سال 1952 تاسیس شده جلوتر میبینید که به ما سیستر سیج و هوملندر و فایر رو نشون میدن اون پایینم هم دارید دوتا بچه های جنوی رو میبینید سم و کیتی که میدونی چه اتفاقی هم براشون توی جنوی پیش اومد آدم و ای هم خوب اینجا داریم که میشناسیمشون اینجا ما رو میرسونه به برنامه تمام حقیقت که برمیگرده به اون برنامه که تکنایت میمد اجرا میکرد تکنایتی که شما توی جنوی دیدینش حسابی هم عشق سوراخ بود و کاراکتر جالبی هم بود حالا امیدوارم اینجا هم بتونیم خودش رو ببینیم یه نکته که در موردش وجود داره اینه که تو این خبرهایی که داره میگه برمیگرده به اون دانش آموزایی که گم شدن کاملا میاد اشاره میکنه به اون بچههایی که دیدیم در آخر داشتن کمک میکردن ولی وقتی که هوملندر اومد اونا رو به عنوان مقصر جلوه داد و اونا ناپدید شدن و میدونیم که یه جای اونا رو زندانی کردن ممکنه که بوچر تا این فصل بره اونا رو آزاد بکنه از اونجایی هم که تکنایتی که دارید میبینید عشق سوراخه میبینید که اونا رو توی سوراخ بزرگ سیاه میاد بهمون نشون میده که کاملا هم منطقیه چون کاملا روی این موضوع اساس داره اینجا اگه دقت بکنید اسم شبکه‌ام ووت پلاسه شبیه به دیزنی پلاس و کاملا داره نشون میده که آمازون از این سمت داره حرکت میکنه یه طورای دیزنی رو هدف گرفته تو این قسمتی که داریم برنامه تکنایت رو میبینیم چند نکته وجود داره اگه نگاه بکنید نوشته که تو سال 2019 یه دونه مفقودی داشتن که پیدا نکردن این اشاره میکنه به همون کاراکتری که هیو اینا زدن منفجرش کردن و توی فصل اول دیده بودیم پایین ترش میبینید توی 2021 و 2022 در مورد دو, دو تا قتل داره صحبت میکنه دو تا اتفاقی که اونجا پیش اومده و حل نشده است احتمالا برمیگرده به اتفاقاتی که با استونفراند داشتیم اون دومی هم که 20 2022 بوده تا برمیگرده به اون صحنه که هوملندر یه نفر مجبور میکنه خودش رو بکشه احتمال داره که تکنایت دنبال این مسئله هم گشته باشه بعد از اون میبینید که به سال 2023 میاد اشاره میکنه و گم شدن و اتفاقاتی که پیش اومده که کاملا مشخصه توی سریال جنوی شما دیدینش وقتی که فرانچی و دارید میبینید متوجه دارید میشید که اتفاقی که اینجا پیش اومده اینطوریه که فرانچی مجبور بوده به خاطر اینکه نینا بهش دستور داده بوده تا بیاد اون کار انجام بده به این سمت حرکت کرده که مادر و پدر کالینو بکشه چرا به خاطر اینکه مادرش قاضی بوده توی اتفاقات و اطلاعاتی که داشته به سمت نینا داشت حرکت میکرده و مجبور شدن که اونو حذفش کنن اومدن سیستر سیج و برنامه ای که با فایر کرکر میخوان اجرا بکنن کاملا برمیگرده به اون انتقادات سیاسی که توی سریال وجود داره اینکه داریم میبینیم میان به یه کاراکتری مثل جان ویبی اشاره میکنن که اترام حمایت کرده بود میبینید که خود فرانچی میاد به این موضوع اشاره میکنه حتی میبینید که حرف از حضور کانیه تو این برنامه میشه و کانیه وست هم میدونیم کسی بودش که تو از ترام اومدش علنا حمایت کرد و دو مرتبه داریم به این مسیر حرکت میکنیم که اون انتقادات سیاسی توی خود سریال به خوبی داره دیده میشه چون نزدیک به انتخاباتشون هم هست اینجا میبینید که بوچر چقدر زرنگه وقتی که روبروی استارلایت قرار میگیر متوجه میشه بهش میگه که تو چیکار کردی با فایر گذاشته گذشته داشتی به نظر میرسه که بوچر به خوبی میدونه که چه اتفاقاتی برای این دو نفر پیش اومده. وقتی که برمیگردین پیش اون رو گروه دانشمندایی که اونجا دارن کار میکنن داری چند تا نکته رو متوجه میشید اینکه این, که این که اینجا داشتن کار میکردن با کارهایی که اومدن انجام دادن با تحقیقاتی که انجام دادن در اصل باعث شدن که به جان که یه موجود خوبی یا تحویل جامعه بدن یه هیولا رو بسازن یه هیولایی مثل هوملندری که داریم میبینیم حسابی هم عقده و نکته بعدی هم که در موردشون وجود داره اینه که این دیالوگو رو میشنوید که اونا برمیگردن میگن ما داشتیم کارمون رو انجام میدادیم و وظیفهمون بوده که این کار رو انجام بدیم این دقیقا برمیگرده به اون نازیهایی که اون ورده بودن و گرفته بودنشون وقتی باشون صحبت میکردن میگفتن که ما داشتیم کار اونو انجام میدادیم و میبینیم که اینجا داره به این دانشمندا هم همینطوری نگاه میکنه جایی که هیویو و کمیکو رو داریم با هم دیگه میبینیم یه چند تا نکته وجود داره اونم وقتیه که ای میادش اونجا وقتی میرسه اونجا برمیگرده میگه اون ریش بازی و گردن من طلایی کجاست اینجا داره چند تا نکته رو بهمون نشون میده دیگه این که اینکه خود مادر میلکی که داریم میبینیم گردن من طلایی رو داره ولی توی قسمت قبلی سیویل داشت تو این قسمتی که دارید میبینید سیویلش رو کوتاه کرده به نظر میرسه که شاید یه وقفه ای بین فیلم ورداری ها پیش اومده باشه و اینکه اصلا چرا ای بهش میگه ریش بازی چون از اون فصل قبلی که اون ریش داشت این فصل که دیدیمش با سیویل بود الانم که سیویلش هم زده بود ولی خب چرا اینطوری داره صداش میکنه یه مقداری عجیبه حالا شاید این نشونه ایه که براش در نظر گرفته یا اینکه ممکنه که این سکانس رو خیلی قدیمی تر گرفته باشن ولی خب کلا این تغییراتی که اینجا ما داریم بینیم برای مادر میل کم دارم به اون نشون میدن اینکه هم یه مقداری لاغرتر و جمع جورتر شده همین که داریم میبینیم که یه بار سیویل داره یه بار ندارم یه مقداری عجیبه و به نظر میرسه که شاید واقعا یه خیلی طولانی بین ساخت وجود داشته که واقعا این نکته رو یادشون رفته که بیان بهش توجه کنن جلوتر میبینید وقتی که بوچه رو مادر میلکو رو بهمون نشون رو میده بوچه برای اولین بار به ضعف خودش اشاره میکنه اون ترس بزرگی که داره بمیره و نتونه رایان رو نجات بده اون از وجدان بزرگیه که توی وجودش هست و داری میبینیم که میاد مادر میلک کمک میخواد مادر میلکی که نمیدونه اگه رایان واقعا نخواد سمتش بیاد چطوری میتونه اونو نجاتش بده چون ترکیب شدن رایان و هوملندر اگه جفتشون تو همون مسیری حرکت بکنن که میدونیم دیگه نمیشه جلوشون رو گرفت و قدرت کامل سمت سوپا میفته درگیری که بوچر و فایرکر دارن با هم دیگه خیلی جالبه اون فیلمی که حالا از رابطه با یه بچه 15 ساله داشته رو اینجا میخواد توی توییتر آپلود کنه اگه نگاه بکنید دارید متوجه میشید که عکس پروفایلش عکس سگشه که اینم خیلی نکته جالبی بود و ایزگلی هم که اینجا دارید میبینید قبلا توی فصل اول دیده بودیمش اینجا اگه دقت بکنید وقتی که میان و اطلاعات در مورد فایرکراکر رو را پخش میکنن خیلی خوب میاد ازش استفاده میکنه به نفع خودش این دقیقا شبیه به اتفاقاتی که توی دنیای واقعی داریم سلبریتی هایی که میان سعی میکنن از اون موضوع مذهبی استفاده بکنن و یه طورای خودشون رو تبرئه بکنن و حرف از ایسا زدن و به سمت نمیدونم خدا حرکت کردن و نور دیدن و از این مدل حرفو زیاد شنیدید که کار اشتباهی کرده بودن و یه طوری توجیه بکنن تا بقیه گروه های مذهبی بیان از اونا دفاع بکنن این کاریه که دقیقا فارکراکر اومد انجام داد وقتی که با ای میریم توی خونه هوملندر دارید متوجه میشید که اون گنجینه مخفی قاتل سریالی بودنشو اونجا دارید میبینید بعدش میاد میره یه محفظه رو باز میکنه تو اون کشو پر شیشه شیره این شیشه شیرهایی که داریم میبینیم خب میدونیم که اون شیر مادر میخوره احتمالاً میاد میره اون یه جایی میگیره یا یه نفر رو داره که بهش بدی که حالا جلوتر به این تئوری میرسیم و با هم دیگه در مورد صحبت میکنیم کشوی بعدی که میکشه بیرون و وی آر رو داریم میبینیم اگه دقت بکنید اونجا نه تا جای خالی وجود داره این 9 جای خالی داره به ما چند تا نشون میده یکی اینکه ممکنه که کسی از هوملندر رو دزدی بکنه یعنی مثل ای که اومده وی ببره بقیه اومدن تو کشوش. وی بردن دومین نکته ای که میتونیم بهش اشاره اشاره بکنیم اینه که ممکنه که این ویارو رو به زور به رایان بزنه تا قدرت های اونو قوی تر بکنه و بیدارش بکنه یا اینکه این, این ویارو رو داره به خودش میزنه از اونجایی که میدونیم به سمت پیری داره حرکت میکنه یه مقداری احساس ضعف کرد و موهاش هم و شو موه سفیدم داشت شاید داره میاد به این موضوع اشاره میکنه که سعی میکنه قدرت خودش رو برگردونه یا یعنی اینکه داره برای خودش اصلا نیرو و ارتش شدگانه درست میکنه بعد ببینید که به کدوم سمت واقعا داره حرکت میکنه هوملندر رو کارهایی که داره انجام میده این مقداری عجیب شده دیگه بعد از اون وقتی که میریم توی آزمایشگاه دارید میبینید که توی رده های مختلف هوملندر رو قدشو رو زده بودن که رشد خیلی سریع هم داشته وقتی که 16 سالش بود دیگه اسم جان اونجا وجود نداره و هوملندر شده و داره نشون میده که توی 16 سالگی و وقتی که حالا بلوغش کامل شده بوده به این سمت حرکت کرده که از این به بعد هوملندر باشه اتفاقی که اینجا با مارتی پیش میادم نمیتونم بهتون نشون بدم چون میدونی اینجا یوتیوب اتفاقاتی که داره میفته خیلی خوشونت بالایی داره دیگه خودتون دیدید دیگه چه اتفاقی افتادش بعد از اون وقتی که میریم جایی که داره به ما کمیکارو نشون میده متوجه میشه به اون درگیری هایی که داره یه گلوله هم میخوره و از هم دیگه میپاشه کامل و اینکه دارید متوجه میشید کمیکو مثل لوگان بدنش ترمیم میشه و دو مرتبه برمیگرده تا تنها راهی که برای کشتن اون وجود داره شاید قطع کردن و سرش باشه کل این قسمت اگه دقت بکنید تمرکز بیشترش روی گذشته کاراکتر بود مثلا اون کاری که فرانچی با کالین و آدمایی که کشته بود انجام داده بود که بهش قبلا اشاره کرده بودن یا اینکه اسالات یه نفر رو کور کرده بود و برای این فایر کراکر هم کلی حرف درست کرده بود یا کمیکایی که داری میبینی اون دختره رو ارده بود توی سازمان و زده و صورتش هم در داغون کرده بود همه درگیر گذشته خودشون ها. اون طرف هوملنده رو داریم این طرف پوچه رو داریم می و همه حسابی درگیر اتفاقاتی شدن که از گذشته اونا رو ولشون نکرده جایی که با فرانچی میبینید که اون میره کیف فایرکرکر رو برمیداره یه قرصی تو این کیف هست اگه اون اسم قرصه رو ببرید سرچ بکنید تو گوگل دارید متوجه میشید که این قرص معمولا برای معده درد و مشکلات معده و این حرفاس یه طرف دیگه برمیگرده به حالت تو این ممکنه که این کاراکتری که داریم میبینیم شاید باردار باشه شاید با اون رابطه ای که اون پسر 15 ساله داشته باردار شده و داره از این قرص میخوره تا اون احساس حالت تهوع رو نداشته باشه در کنارش اونایی که میخوان مثلا شیردهی بیشتری هم داشته باشن میان از این قرصه میخورن پس این میتونه ما رو به این سمت ببره که اون مخزن شیری که داریم مینی هوملنده داره رو ممکنه که فایرکرکر براش پر کرده باشه و بهش بده چون میدونیم برگشت بهش گفت که من برا تر کاری رو انجام میدم چند بارم این موضوع رو تاکید کرد و ممکنه که همچین کاری اومده باشه و انجام داده باشه درگیر شدن فایر کراکر و استالایت هم دارید متوجه میشید که یه سری اطلاعاتی از زندگی شخصی اون رو میکنه شما دارید میبینید که بازم به این موضوع اشاره میکنن که سوپایی هم که میبینیم میتونن باردار بشن و اون داستانی که برمیگشت به عقیم شدن و قدرتی که وی داشتیم و تاثیر که روی بدن آدم ها اینجا به نظر که کاملا داره منتفی میشه مگر اینکه یه سری از اون شخصیت خاص واقعا بتونن بیان همچین کاری انجام بدم بعد از اونم درگیری هم که این دو نفر دارن مبارزه هم که به سمت اسالایت حرکت میکنه به خاطر اینکه اون اصلا نمیخواد مبارزه بکنه تا الانی هم که دیدیم قدرت خودش رو کامل بهمون نشون نداده و این سیاستش بود که اونجا کتک بخوره میرسیم جایی که بوچه رو ازکیل با هم دیگه درگیر میشن یه نکته که اینجا داره دیده میشه اینه که قدرتی که داره شایی به رید ریچارز که قبلا هم بهتون گفته بودم توی تریلر رو بعد از اون میرید به اون کپسول میاد اونو فریز میکنه کپسول که دستش توش نیتروژن معمولا تو این کپسولا نیتروژن مایه نمیذارن چون خطرناکه یه موقع باعث میشه که کسی که داره ازش استفاده میکنه یه بلایی هم سر خودش بیاره ولی خب این کپسولی که, که دستش بود دارید میبینید که توش نیتروژن رو داشت به خاطر نمیدونم فریز شدش اینجا تو این صحنه درگیری اتفاقی که میفته دارید میبینید که وقتی که بوچر از هوش میره و به هوش میادش متوجه میشی که اون طرف در و شده ممکنه که این نفر مثل ویکتوریا اینجا بهش کمک کرده باشه و منفجر کرده باشه ولی یه نکتهی که درمش وجود داره اینه که چون میدونیم هم به خودش ویروس زده هم یه موجودی توی بدنش داره میچرخه و احتمالا زمانی که اون ویروس زده اون داره روش میکنه شاید اون موجودی که توی بدنش توی لحظه آخر میدونست که میزبانش داره از بین میره اومده و بیرون و دخل اونو اورده و در و داغونش کرده یا به اون سمت حرکت میکنیم که اون تئوری که ممکنه وقتی بوچر بیهوش میشه اون سیستم عصبیش فعال بشه مثل یه زامبی عمل بکنه اینجا درست عصب در بیادش بعد ببینین که تو ادامه ماجرا میخوام بهمون چه نشون بدن واقعا بوچر یه قدرتی رو پیدا کرده که میتونه بدن ازش استفاده بکنه و به سودش باشه و این داستان مردنش هم یه داستانی باشه که اصلا شاید به سمتش حرکت نکنیم یا اینکه ممکنه داستان اموز زامبی بودنه رو داشته باشیم جلوتر متوجه میشید که دارم به ما میگم وقتی که هوملندر به دنیا اومده حالا اون مادری که براش انتخاب کرده بودن که پول داده بودن تا این بچه رو به دنیا بیاره اونم توی آزمایشگاه بوده اون وقتی که به دنیا میاد با لیزر چشاش میزنه هم اونو میکشه هم تمام پرستارایی که اونجا هستن این تا حدودی اشاره میکنه به داستان کمیک اون بچه ای که به دنیا میاد و بوچری که به اون بچه درگیر میشه که قبلا در موردش بهتون توضیح داده بودم اینجا داره این مقداری داستان دا سمت اینطوری و اینجا میبینید که کاملا تایید میشه هوملندری که داریم میبینیم عشق دیده شدن و نیاز به توجه و محبت داره و این اومدنش و وارد این مقرر شدن دقیقا به خاطر همینه میخواد اون احساسات قدیمی رو از بین ببره اتفاقات بعدی که داره به ما سریال نشون میده متوجه میشید که کالین و فرانچی رابطهشون به هم میخوره و خب این اتفاق خیلی خوبه برای کسایی که نمیخواستن یه همچین رابطه ببینن ولی من حدس میزنم که جلوتر ممکنه که یه اتفاقی برای کالین پیش بیاد و فرانچی بیاد اونو نجاتش بده و دو مرتبه این ارتباطه شیک بگیر و اینا به هم دیگه نزدیک بشن میرسیم به جایی که داره دیپ و سیج بهمون نشون میده اینجا در مورد اون میله بهتون گفته بودم که کرده تو مغزش ولی خب خیلی هاتون میگفتی فهم کم کرده یه جای دیگه برید اون ذهناتون رو با اسید بشورید و برگردید بیاید و نکته بعدی که وجود داره اینه که شما دارید میبینید اون وقتی میاد این کارو انجام میده وقتی که مغزشو دستکاری میکنه باعث میشه که دیگه زیاد فکر نکنه و یا عقل و هوشش هم کمتر میشه شما دارید به یه نکته ای هم میرسید اینجا رابطه ای که دیپ و سیج دارن رو حالت عادی اصلا امکان پذیر نیست ولی داریم اینو جفتشون کاراکترهای عجیب غریبی هم دیپ به عنوان یه نفری که احمق ترین عضو گروه 7 و سیج به عنوان یه نفری که باوش با ترین عضو گروه 7 رو حالت عادی نمیتونن کنار هم دیگه باشن حالا وقتی که سیج میادش و مغزش رو دستکاری میکنه میتونه در کنار احمق ترین عضو گروه باشه و باش خوش بگذرونه که اینجا داریم میونی که به این موضوع به خوبی داره اشاره میشه شما میونید وقتی که ای میاد و وی رو به هیوی تحویل میده اون اونو واقعا میبخشتش و این بخشیدنه داره و اون سمت حرکت میکنه که چقدر پدرش براش مهمه و این کاری که ای اومد انجام داد میتونه براش ماجرور رو جبران بکنه نکته بعدی که وجود داره اینه که بوچری که میاد بیرون در مورد اینکه من چهار ماه پیش از این وی به خودم زدم صحبت میکنه ما نمیدونیم چقدر زده چند بار زده چند دوز زده ولی کاملا مشخصه که اون اومده ازش استفاده کرده این میتونه به اون سمت حرکت بکنه که اگه واقعا بتونه قدرت ترمیم شدنی وجود داشته باشه برای آدمی که زنده است میتونه بیادش و بدنش رو ترمیم کنه و این ترمیم شدنه شاید بتونه اثراتی که وی موقت داشت و از بین بره و واقعا به اون یه قدرت هیرویی بده که شاید جلوتر بیانه بهش اشاره بکنه ولی اتفاقی که برای پدر هیرویی میفته جلوتر این چشمش رو با میکنه اون رو تبدیل به زامبی میکنه چون اصلا مغزش مرده بود چون مرگ مغزی شده بودش و ممکن نیستش که بتونه اونو کاملا ترمیمش بکنه و در آخر هم دارید میبینی که هوملندر میادش و تمام آدمایی که اونجا کار میکردن و داغو میکنه باربارا مینازه تو اون اتاق قرمز از اونجا میزنه بیرون این اتفاقی که داره میفته کاملا داره به نشون میده که هوملندر از اون در قرمز رد شد اتفاقات گذشته ای که داشت و تونست باشون کنار بیاد و از این به بعد اتحانا کارکتر هوملندری که داریم میبینیم قراره که از اون هوملندر قدیمی فاصله زیادی بگیره چون دیگه ترسی گذشته نداره خیلی راحتر میتونه بیادش و هر کاری که دلش میخواد و انجام میده چون اون جانی که توی قدیم بود یه طورایی کشته و اتفاقات گذشته رو رد کرده و الان آماده است که بتونه حسابی قدرتمند خودشانشون بده می و میتونه به سمت اون فروهاشی روانی هم حرکت بکنه کاراکتری که داریم یعنی میتونه از این بعد حسابی دیوونه تر از اون کاراکتری باشه که توی گذشته دیده بودیمش و این ممکنه به اون سمت حرکت بکنه که قدرت سوپا از این به بعد بیشتر بشه و انسانهایی که داریم یعنی توی مرحله ضعیفی قرار بگیرن و اینجا بویزی که میتونه بیادش و حسابی به اونا کمک کنه و اینم تمام نکاتی بودش که توی قسمت چهارم دیده میشد و که دیدن لذت برده اگه نظری تئوری توی حتما داخل کامنت برام بنویسو به, به نظرتون اتفاقی که برای بوچه رفته و قرار به کدوم سمت حرکت بکنه واقعا قدرت های خوبی رو به دست آورده یا قدرت که به دست آورده قرار اون رو تبدیل به کاراکتری بکنه که شاید از این به بعد دیگه اونم تحت کنترل نباشه اینو حتما توی کامنت برام بنویس لایک و ساب و زنگوله یاد نره فعال بکنی اینطوری میتونیم محتوای جدید دسترسی پیدا بکنی بیای توی کانال ویدیو جدید تماشا بکنی این ویدیو براتون میسازم اینجا که بررسی تریلر قسمت دو دوم فصل دو دوم خاندان اجداست که میتونی بری این ویدیو تماشا کنی و در مجموع دیگه حرفی هم نیمونه و تا ویدیو بعد بدرود